سرود کریسمس، نویسنده چارلز دیکنز. مارلی مرده بود. تمام قرائن و شواهد مرگ مالی رو تایید میکردن. مامور آرامستان، پزشکی قانونی و شریک تجاریش اسکروچ همگی مستندات فوت رو امضا کرده بودن. جنازه مارلی پیر بی حرکت و بی رمق افتاده بود، طوری که انگار هیچ وقت زنده نبوده. مگه ممکن بود جنازه رنگ پریده روی تخت متعلق به مارلی باشه؟ مردی که سالها در جنبش و تکاپو بود، راه می رفت، می خندید، حرف می زد و هرس کار رو می خورد. اسکروچ و مارلی سالها شریک بودن. علاوه بر این مارلی دوست و رفیق اسکروچ بود. جز اسکروچ وارث وصی و عزادار دیگه ای نداشت. اما اسکروچ از مرگ دوستش چندانم ناراحت نبود، چون درست روز تشییع جنازه مارلی معامله نون آب داری کرده بود. به هر حال مارلی مرده بود. در مرگش تردید نکنید. اسکروچ هرگز نام مارلی رو از سردر شرکت خط نزد. سالها بعد از مرگ مارلی هنوز نام رنگ رو رفته اسکروچ مارلی بر فراز شرکت حک شده بود، شرکتی که دیگر متعلق به اسکروچ بود. اسکروچ مردی خسیس بود، سرد و منزوی بود. آب از دستش نمی چکید، لبخندی روی صورتش نمی نشست و برقی توی چشمهاش نبود. مثل معنی اسمش صخره‌ای سخت و خارا بود. پیرمردی خشک و بی احساس که نه گرمای تابستان گرمش میکرد، نه شور عید و کریسمس. سرمای درون اسکروچ به چهرهش نیز منتقل شده بود. صورت چین خورده اسکروچ نشانی از زندگی نداشت. مهربانی از چشمهاش رخت بربسته بود. زمستان در چین و چروک های گونش لانه کرده بود، مثل درختی زیر برف خشک و سرد بود. گرما و سرمای هوا برای اسکروچ تفاوتی نداشت، نه زمستان های سخت و نه تابستان های سوزان. هیچ کدام جلو دارش نبود. حتی برف و بوران و طوفان قادر به رقابت با قلب یخ زده اسکروچ نبودند. برف و بوران سخاوتمندانه می باریدند، اما از دست اسکروچ قطره آب نمی چکید. همه از اسکروچ فراری بودند. آشناها سراغش رو نمی گرفتند، غریبه ها نگاهش نمی کردند، حتی گداها هرگز نزدیکش نمی شدند. عابران از اسکروچ آدرسی نمی پرسیدند و حیوانات به محض دیدنش دور می شدند. اما اسکروچ از تنهایی ناراحت نبود. او دقیقا همین رو میخواست. عمدن با رفتارهاش تلاش میکرد منزوی بمونه. مجال نزدیک شدن به کسی نمیداد و از تنهایی لذت میبرد. شب کریسمس هوا به شدت سرد، مهالود و غمگین بود. اسکروچ توی دفترش مشغول کار بود. صدای قدمهای مردم در خیابانها شنیده میشد. بعضی از مردم برای فرار از سرما می دویدند. بعضی دیگر یقه لباسشون رو چسبیده بودند تا گرمتر بشن. زنگ ساعت کلیسا سه بار نواخته بود. ساعت سه بعد از ظهر بود، اما هوا رفته رفته تاریک می شد. نور شمع از پشت پنجره ها مثل ستاره سرخ به چشم می خورد. مه غلیظ‌تر شده بود و از هر سوراخی به درون خانه ها سرک می کشید. ابر سیاه تصاویر شهر رو محو می کرد. انگار طبیعت به آغوش شهر و مردم آمده بود. اسکروچ در اتاقش رو باز گذاشته بود تا منشیش رو زیر نظر داشته باشه. می خواست مطمئن بشه کارمندش به سرعت و بی معطلی کار می کنه. اتاق منشی شبیه زندانی کوچک و محقر. منشی از سرما می لرزید. زور شعله ناچیز بخاری دیواری به سوز سرما نمی چربید. اسکروچ جربه زغال سنگ رو توی اتاق خودش نگه می داشت. منشی می دونست اگر زغال بیشتری بخواد کارش رو از دست می ده. برای همین مجبور بود خودش رو با شعله شمع گرم کنه.
گاهی دستش رو رها می کرد تا قادر باشه نامه‌ها و اسناد رو برداره. اسکروچ و منشی مشغول کار بودند. ناگهان صدای شاد و بلندی سکوت دفتر رو شکست. کریسمس مبارک دایی جان، خداوند به هممون برکت بده. مرد جوان و پر انرژی فرد خواهرزاده اسکروچ بود. صورت فرد از سرما گل انداخته بود، چشماش از شوق برق میزد و بخار کلماتش در هوا پخش میشد. اسکروچ گفت: کریسمس مبارک، چه مزخرفاتی؟ فرد رو به روی اسکروچ ایستاد و با مهربانی گفت: دایی جان، به عید زیبای کریسمس میگید مزخرف؟ حتما شوخی میکنید. اسکروچ بیان که سر بلند کنه گفت: معلومه که جدی میگم، فقط آدم های خام و خوشخیالی مثل تو میتونن با جیب خالی خوش باشن. شما که جیبتون پره، پس چرا خوش نیستین؟ اسکروچ بی توجه به فرد مشغول کار شد. فرد نزدیکتر آمد، سعی کرد با آرامش بیشتری صحبت کنه، لبخند زد و گفت: روز عید دایی جان، اینقدر عصبانی نباشین. اسکروچ فریاد زد: هر کی با شما احمقا زندگی کنه عصبی میشه. دست از تبریک مسخره عید بردار. کریسمس برای تو چه نفعی داره؟ فقط حساب کتاب آخر ساله و کلی بدهی داری. یه سال گذشته و تو یک قرون ثروتمند تر نشدی. بعد تبریکم میگی؟ اگه دست من باشه، هر کی بهم تبریک کریسمس بگه، مثل جنایتکارای قدیمی با سیخ قلبشو سوراخ میکنم. فرد با تعجب گفت: دایی جان. برو خونت فرد. دایی جان، نمیخوام عصبانیتون کنم، اما اگر کلاهتون رو قاضی کنید ببینید شما پول دارین اما خوشحال نیستین. اگه پول عامل خوشبختی بود، شما باید خوشحالترین مرد لندن بودید. اسکروچ عصبانی شد: فرد ادامه نده، برو خونت، وقت منو گرفتی. فرد گفت: دایی جان، شاید کریسمس سودی برام نداشته باشه، اما حس خوبی به هم میده که ارزشش از پول بیشتره. کریسمس غیر از این که رسمی زیبا و اصیله، بهانه‌ای برای همدلی و بخشش هم هست. تنها روزیه که مردم به یاد آدمای محروم و فقیر میفتن و بهشون کمک میکنن. تنها روزیه که آدم ها میفهمن مسیر ما انسان ها یکیه. آخرش هممون میمیریم و فقط خوبی ها جا میمونن. دایی جان، کریسمس حال همه رو خوب میکنه، برای همین روز مبارکیه. منشی بی اختیار برای فرد دست زد، اما با نگاه تند اسکروچ مشغول کارش شد. اسکروچ فریاد زد: یه بار دیگه تو ساعت کاری وقت منو طلب کنی، به عنوان کادوی کریسمس بهت برگه اخراجتو میدم. بعد رو به فرد گفت: آفرین، سخنران خوبی هستی، بهتر نماینده مجلس هم بشی. عصبانی نشین دایی جان، اومدم دعوتتون کنم به شام، دوست دارم شب کریسمس دور هم باشیم. اسکروچ گفت: در خروجی سمت راست فرد. شما یه دنده و لجبازین، ولی من منتظرتون میمونم. روز بخیر، کریسمس مبارک. اسکروچ سرش رو برگه بلند نکرد. فرد کریسمس رو به منشی نیز تبریک گفت. منشی با گشاده روی از فرد تشکر کرد. اسکروچ زیر لب گفت: کاروند منو ببین، با چند تا بچه و چندر قاس حقوق بابت کریسمس خوشحاله. من بین دیونه ها گرفتار شدم. بعد از رفتن فرد، دو مرد وارد شرکت شدند. دو مرد قوی هیکل با لباسی آراسته و مرتب به دفتر اسکروچ رفتند. کلاه از سرشون برداشتند و مقابل اسکروچ تعظیم کردند. یکی از مردا به لیستی اشاره کرد و گفت: خوشحالم سعادت دیدن شرکت اسکروچ و ماری رو دارم. افتخار صحبت کردن با آقای اسکروچ دارم یا آقای مارلی؟ اسکروچ شانه بالا انداخت: آقای مارلی 7 سال فوت کرده، توی همین روز. مرد کارت شناساییش مقابل صورت اسکروچ گرفت.
امیدواریم در همچین عید مقدسی سخاوت شما شامل حال ما بشه. اسکروچ از شنیدن کلمه شوم سخاوت عصبانی شد. به نظرش سخاوت، بخشش، همدردی کلماتی پوچ برای دوشیدن ثروت دیگران بود. مرد قلمشو در دستش گرفت. آقای اسکروچ، ما برای افراد محروم و نیازمند جامعه کمک جمع میکنیم، خصوصا ایام عید. میدونید در وضعیت اقتصادی فعلی خیلی ها به کمک نیاز دارن. اسکروچ پرسید، مگه زندان نداریم؟ مرد قلمش رو لای دفتر گذاشت. چرا، اتفاقا زیادش هم داریم. اسکروچ پرسید، برای بی خانمان ها گرم خونه نداریم؟ چرا، داریم. خب خدا رو شکر، نگران شدم، گفتم نکنه اماکن و سازمان های حمایتی منحل شده باشن، فقرا میتونن برن نواخونه. چرا اومدین سراغ من؟ برید نواخونه. سر نواخونه ها شلوغ آقا، نمیتونن به تمام فقرا برسن. ما میخواییم برای شب کریسمس به فقرا غذا هدیه بدیم، میخواییم شب عید خوشحالشون کنیم. شما چقدر کمک میکنین؟ اسکروچ گفت، هیچ. میخوای ناشناس بمونین؟ خیر، میخوام تنها بمونم، میخوام دست از سرم بردارین، بیشتر از اینم وقتمو تلف نکنین. آه، من به کریسمس علاقه ای ندارم، جشن نمیگیرم، پول اضافی هم ندارم بساط خوشگذرونی آدم های تنبل و بیکار رو فراهم کنم، آدمایی که مدام چشمشون به ثروت دیگرانه. اگه بخوام کمک کنم، به سازمان‌های حمایتی کمک میکنم. البته کمک شما ارزشمنده، اما بعضی خانواده‌ها به خاطر حفظ آبرو نمیتونن به سازمان‌های حمایتی مراجعه کنن، ترجیح میدن بمیرن ولی نرن نواخونه. پس بذاریم بمیرن و به کاهش جمعیت کمک کنن. مردا ناامید بلند شدن، فهمیدن اسکروچ مانند سنگی خاراست، حتی میخوای آهنی هم توانایی رقابت با او رو ندارن. دفتر دستک خودشونو جمع کردن و از شرکت خارج شدن. اسکروچ از پیروزی در مبارزش خوشحال شد، پس دوباره مشغول کار شد. مه لحظه به لحظه غلیظ‌تر میشد. ساعت اولیه عصر، هوای لندن تاریک تاریک بود. صدای باد به گوش می رسید. باد عصبانی خود را به در و دیوار می کوبید. برج ساعت کلیسا در مه پنهان شده بود. جنب و جوش آبرها توی خیابانها بیشتر شده بود. مردم با مشعل می دویدند. رانندگان درشکه با عجله در شلوغی حرکت می کردند. همه می خواستن زودتر به خانه گرمشون برسن. می خواستن شبی به یادماندنی برای خود و خانواده رقم بزنن. شهردار نیز به خدمتکاراش دستور داد جشن باشکوهی تدارک ببینن. در خیابون چند کودک ژنده‌پوش دور آتیش جمع شده بودند. اونها خانه و کاشانه‌ای برای جشن گرفتن نداشتند. عید در یتیمخانه‌ها، زندان‌ها، بیمارستان‌ها و گرمخانه‌ها چهره متفاوتی داشت. هوا لحظه به لحظه سردتر می‌شد. آبرها به خود می‌لرزیدند. قطعاً اگر دانستن قدیس زنده بود، برای فرار از دام شیطان جای انبر گداخته از سرمای هوا استفاده می کرد. همان موقع پسر کوچکی با لباس پاره به دفتر اسکروچ آمد. پسرک کمک می خواست. اسکروچ با خطکش بلندی پسر رو بیرون کرد. بعد بلند شد، کلاهش رو سرش گذاشت و مقابل منشی ایستاد. با عصبانیت گفت، فردا لابد مرخصی می خواهی. منشی با ترس و لرز گفت، فردا تعطیل رسمی قربان، عید، اشکالی داره نیام؟ بله اشکال داره، مجبورم حقوق یک روز تو کم کنم. منصفانه نیست بشینی تو خونه بعد من به تو حقوقم بدم، اونم برای عید مسخره. در ضمن فردای کریسمس 6 صبح سر کار باش، وگرنه اخراجی.
منشی قلداد رأس ساعت سر کارش باشه. اسکروش در حالی که زیر لب قر میزد بیرون رفت. منشی هم ژاکت پارش رو دورش پیچید و با ذوق بین مردم دوید. اسکروش در رستورانی ارزان قیمت شام خورد، روزنامه خوند و راهی خانه شد. خانه قبلا متعلق به مارلی بود، ساختمانی کهنه، دلگیر و مخوف. یکی از اتاقها متعلق به اسکروش بود و بقیه دفتر کار بودند. حیات تاریک و پوشیده از مه بود. اسکروش کورمال کورمان می رفت، در ورودی رو باز کرد. اسکروش روی پله ایستاد، خشکش زده بود. مارلی دوست قدیمی و مردش روی پله ها بود. نه اشتباه نکنید، اسکروچ استعداد خیال پردازی و تخیل نداشت، اصلا درکی از تخیل نداشت، مثل بیشتر آدم های پولدار لندن. در ضمن اسکروچ بعد از مرگ مارلی هرگز از اون یاد نکرده بود، هیچ وقت رو به خاطر نیاورده بود. پس دیدن چهره مارلی خیال پردازی نبود. مارلی توی خانه ایستاده بود، صورتش مثل خرچنگ فاسد در سرداب روشن بود. مارلی عصبانی و غمگین نبود، فقط با صورتی سفید و کبود به اسکروچ نگاه میکرد. اسکروچ چند دقیقه ایستاد و به مارلی خیره شد. بعد از سالها کمی احساس ترس کرد، اما زود بر ترسش غلبه کرد. بی اعتنا در ورودی رو کوبید و به سمت آپارتمانش رفت. صدای در مثل رعد و برق توی ساختمون پیچید. اسکروش خون سرد و بی‌اعتنا از پله ها بالا رفت. پله ها اونقدر عریض بودن که کالسکه‌ای شیش اسبه از میونشون میگذشت، درست مثل قانون‌های مسببه مجلس انگلستان که هزار تبصره و راه فرار با کالسکه از بینشون میگذشت. راه رو تاریک بود. اسکروش تاریکی رو دوست داشت. تاریکی یعنی صرف جوی در هزینه‌ها. اسکروش وارد آپارتمان شد و در رو قفل کرد. همه جا رو گشت، چیزی از خانه کم نشده بود. خیالش راحت شد، کرواتش رو در آورد، لباسهای راحتیش رو تنگ کرد و جلوی آتیش نشست. آتیش ناچیز توانی برای مقابله با سرما نداشت. اسکروچ پیر نزدیکتر شد تا گرمای کم جانی از آتیش بیرون بکشه. بخاری دیواری اتاق اسکروچ قدیمی بود، با کاشی‌های پوشیده از تصاویر کتاب مقدس، دختران فرعون، هابیل و قابیل و فرشتگان پیام‌آور. اسکروچ ناگهان حس کرد صورت مارلی روی کاشی‌ها نقش می‌بنده. زیر لب گفت چه مزخرفاتی. بعد روی تختش دراز کشید، نگاهش به زنگ افتاد. ناگهان زنگ قدیمی تاب خورد و صدا کرد. لحظه بعد تمام زنگ های خونه به صدا در اومدن. اسکروچ مبهوت مانده بود. صدای زنگ ها قطع شد، این بار صدای دیگری شنید، صدای راه رفتن، راه رفتن کسی که به پاش زنجیر آویزون باشه. اسکروچ شنیده بود ارواح وقت راه رفتن زنجیری به پا دارن، اما گمان کرد خیالاتی شده. چشماشو بست و سعی کرد بخوابه. در سرداب با صدای مهیبی کوبیده شد. اسکروچ از جا پرید، دوباره صدای راه رفتن با زنجیر توی خونه پیچید. صدا اونقدر صاف و واضح بود که امکان نداشت خیال و اوهام باشه. اسکروچ از جاش بلند شد تا ببینه صدا از کجاست. به طرف در اتاق رفت. همین که در باز کرد، ناگهان با شخصی رو در رو شد. خودش بود، مارلی، شریک قدیمیش، مردی که 7 سال پیش در چنین شبی مرده بود. مارلی فرق نکرده بود، همون موهای دم اسبی، جلیقه و شلوار و پوتین، اما زنجیری دور پاش بود و صندوقی رو به دنبالش میکشید. اسکروچ صندوق رو شناخت، صندوق مخصوص دفترهای حسابرسی و سندهای کاری بود. بدن مارلی شفاف بود، جوری که اسکروچ از روبرو دکمه های پشت کتش رو میدید. اسکروچ وحشت کرده بود. بارها شنیده بود مارلی بیرحمه و قلبی در سینه نداره، اما تا کنون باور نکرده بود. اسکروچ با چشمای از حدقه بیرون زده به مارلی خیره بود، به چشمای منجمد و چونه بند مخصوص مرده ها که هنوز دور دهان مارلی بود. اسکروچ با عصبانیت گفت چی میخوای؟
خیلی چیزا، عجله نکن. اسکروچ صدای مارلی رو شناخت، عصبانی تر شد. تو دیگه کی هستی؟ بپرس کی بودم. نشناختی؟ مارلی شریکت، باور میکنی؟ نه. تو که منو میبینی، صدامو میشنوی. ببینم، به حواس پنجگانه خودت هم اعتماد نداری؟ نه، شاید پرخوری کرده باشم، شاید به خاطر غذای چرب سر شب باشه. اسکروچ ابدا شوخ‌طبع نبود، سعی میکرد خودشو دلداری بده و تسلیم ترس نشه، اما صدای روح وحشت زدش کرده بود. وقتی روح دستمال دور چونش رو باز کرد، فک پایینش روی زمین افتاد. اسکروچ از وحشت فریاد کشید، از اونم که میخوای. تو روح منو باور میکنی؟ بله، ولی اینجا چی کار میکنی؟ چرا اومدی سراغم؟ هر آدمی باید تو زندگیش به جاهای مختلفی سفر کنه، باید با بقیه انسانها حرف بزنه و زندگیشونو ببینه. اگر این کارو نکنه، روحش بعد از مرگ تو دنیا سرگردون میشه تا زندگی بقیه انسانها رو ببینه، تا افسوس بخوره چرا زمان زنده بودن کاری نکرده. روح راه رفت و زنجیرها روی زمین کشیده شدن. زنجیر منو نگاه کن اسکروچ، خوب ببینش. زنجیرمو خودم ساختم، تک تک حلقه هاش نتیجه زندگی منه. اسکروچ، اومدم بهت بگم زنجیر تو خیلی ضخیم تر و سنگین تره. حواست باشه، باید یک عام زنجیر رو با خودت بکشی. اسکروچ گفت مارلی، اومدی عذابم بدی؟ بعد از این همه سال دنبال چی هستی؟ چی میخوای؟ حال من خوب نیست اسکروچ، آرامش ندارم، عذاب میکشم. 7 سال مردی، تمام این مدت سفر بودی. بله، بدون وقف سفر کردم، مثل باد روی زمین چرخیدم. حتما خیلی جاها رو دیدی ها؟ ماری هراسان دست بازد، زنجیرها سکوت خونه رو شکستن. روح فریاد زد حیف، حیف، زنجیرها ولم نمی کنن، وگرنه بهت نشون می دادم تلاش بیوده می کنی. ولی افسوس که بیفاید است اسکروچ، من ضرر کردم. مارلی، تو که تاجر باهوشی بودی. روح دوباره دستاشو به هم فشرد و فریاد زد کدوم کسب و کار؟ کسب و کار واقعی نیکوکاری، بخشش و احسان بود که من نکردم. مردم برای من فقط ابزار سود بودن. افسوس که نفهمیدم کار درست کدومه و نادرست کدوم. افسوس. روح دوباره زنجیرشو برند کرد و به زمین کوبید. با ناراحتی گفت من همیشه در رنجم، اما روزای عید رنجم بیشتر میشه. از خودم میپرسم چرا هیچ وقت سرمو بلند نکردم تا رنج مردمو ببینم، به محله های فقیر نشین برم و با مردم هم دردی کنم. کاش نشونه راه رو برام روشن میکرد. اسکروچ با شنیدن حرفای مارلی وحشتش بیشتر شد، بدنش به لرزه افتاد. روح مارلی فریاد زد اسکروچ، وقت زیادی ندارم. نه مارلی، نرو، منو با شک و تردیدی که ایجاد کردی تنها نذار، خواهش میکنم. تمام 7 سال گذشته بهت سر میزدم، اما امشب اومدم تا بهت هشدار بدم. تو هنوز فرصت داری، فرصت جبران و رهایی از زنجیر. اومدم بهت هشدار بدم تا مثل من نشی. اسکروچ گفت تو همیشه دوست خوبی بودی، همیشه خیر خواهم بودی. ممنونم مارلی. بعد رفتن من 3 روح دیگه میان سراغت. وقتی مارلی این حرفو گفت، کم مونده بود چونه اسکروچ هم روی زمین بیافته. با شنیدن اسم 3 روح به شدت ترسید. با ترس و لرز پرسید منظورت از فرصت تو امید همین بود؟ بله. ممنونم دوست عزیز، میشه خواهش کنم به هم کمک نکنی؟ چاره ای نیست اسکروچ،
روح‌ها بهت کمک میکنن راه درست رو پیدا کنی. زنجیرتو سبک کن اسکروچ. فردا ساعت 1 منتظر اولین روح باش. اسکروچ شانسش رو امتحان کرد. مارلی، نمیشه همه‌شون رو با هم ببینم و کارو تموم کنم؟ باید برم دفتر، کارام عقب میمونه. دومی شب بعد همون ساعت میاد، سومی شب بعدش و باز همون ساعت. خوب برفاش گوش کن اسکروچ، ما دیگه همو نمیبینیم. حرفامو فراموش نکن، به خاطر خودت میگم. مارلی دستمارو دور چونش پیچید و به سمت پنجره رفت. پنجره خود به خود بالا میرفت. مارلی به اسکروچ اشاره کرد نزدیک پنجره بشه. اسکروچ صداهای عجیبی شنید، صدای ناله، صدای گریه و فریاد. روحای سرگردان با غل زنجیر توی خیابونا راه میرفتن، ناله میکردن. اسکروچ خیلی از روحا رو میشناخت. روح پیرمردی گاواهنی سنگین رو با خودش میکشید. پیرمرد مدام ناله میکرد چرا بزنی مفلوک که روزی سراغش اومده بود کمک نکرده. تمام روحا سراسر در افسوس آرزوی برگشت به زندگی بودن. اسکروچ پنجره رو بست، با سرعت به اتاق شب و سعی کرد بخوابه. اتاق تاریک بود، اسکروچ جایی رو نمیدید، تشخیص نمیداد شب یا روز. ناگهان ناقوس کلیسا به صدا در اومد. اسکروچ با ناباوری صدای زنگ ها رو شمرد. ساعت 12 شب بود. زیر لب گفت من که دیشب ساعت 2 خوابیدم، چطور ممکنه الان ساعت 12 شب باشه؟ یعنی یک روز کامل خوابیدم. حتما برای سر خورشید اومده، شاید خورشید گرفتگی شده و الان 12 ظهره. اسکروچ نگران از تخت پرید پایین، به طرف پنجره دوید. چیزی دیده نمیشد. شهر توی تاریکی فرو رفته بود. اسکروچ با آستینش بخار روی شیشه رو پاک کرد، اما بازم چیزی ندید. از سکوت تاریکی خیابان واضح بود که شبه. هوا سرد و مهالود بود. اسکروچ به تخت خوابش برگشت، گیج و منگ بود. هرچه فکر میکرد از وضعیت ساعت و زمان سر در نمی آورد. روح مارلی ذهن اسکروچ رو مشغول و مقشوش کرده بود. سعی کرد به خودش تلقین کنه خواب دیده، اما ندایی درونی می گفت روح مارلی در بیداری سراغش اومده. زنگ کلیسا که دوباره نواخت، ناگهان به خاطر آورد طبق وعده مارلی روح اول قرار ساعت 1 ظاهر بشه. اسکروچ تصمیم گرفت تا ساعت 1 بیدار بمونه. باید میفهمید دیدن مارلی رویا بوده یا حقیقت. تا ساعت مقرر انگار ساعتها طول کشید. اسکروچ چند باری چرت زد و از خواب پرید. سرانجام زنگ ساعت نواخت. دینگ دانگ. ساعت 1. اسکروچ کمی مکس کرد، خبری از روح نشد. خوشحال شد، زیر لب گفت پس خواب دیدم. اما تا اومد به خواب نوری اتاق رو روشن کرد. به فاصله دستی پرده های دور تخت رو کنار زد. اسکروچ از جا پرید، نیم خیز شد و به موجودی عجیب خیره موند. موجود عجیب و غریب با موهای سفید و بلند شبیه پیرمردی ریز جسه بود. چین و چروکی توی صورتش نداشت. پوست شاداب و بازوانش کشیده و عضلانی بود. به نظر می رسید پنجه‌هاش قدرت خارق‌العاده‌ای داشته باشند. پیراهنی سفید به تن داشت. کمربندی نورانی دور کمرش بسته بود. برگ سبز تازه‌ای هم توی دستش بود. روی پیراهنش تصویر گل‌های تابستانی بود. عجیب‌تر از سرش نور روشنی میتابید، نوری که مثل ماه همه جا رو روشن میکرد. کلاهی زیر بغل داشت، کلاهی برای خاموش کردن نور سر. اسکروچ مدتی مات و مبهوت روح رو نگاه کرد. روح لحظه به لحظه تغییر شکل میداد. لحظه ای موجودی یک پا، لحظه ای 20 پا، لحظه ای دیگر چند سر یا بدون سر بود. مدتی بعد دوباره شبیه قبل میشد. اسکروچ پرسید شما همون روح هستین که مارلی میگفت؟
بله خودم هستم. صداش دلنشین و آروم بود، جوری که به سختی شنیده می شد. اسکروچ پرسید: شما کی هستین؟ با من چی کار دارین؟ من روح کریسمس هستم، کریسمس های گذشته. اسکروچ به قد کوتاه روح نگاه کرد. کدوم گذشته؟ گذشته های دور؟ نه، گذشته خودت. میشه کلاهتو بذاری سرت؟ چی؟ به همین زودی میخوای با دستای زمینیت نور منو خاموش کنی؟ این کلاه رو تو و امثال تو ساختن، وگرنه لازم نبود همیشه روی سرم باشه. اسکروچ مؤدب و با احترام گفت: قربان، قصد توهین نداشتم، اصلا نمیدونستم من باعث شدم کلاه بذاری سرت. میشه بگی برای چی اومدی سراغم؟ برای سعادتت. اسکروچ از لطف روح سپاسگزاری کرد، اما فکر کرد کاش میتونست شب رو بدون درد سر بخوابه. انگار روح صدای درون اسکروچ رو شنید، بلافاصله گفت: اومدم هدایتت کنم، اومدم نجاتت بدم، پس به حرفام خوب گوش کن. روح با دست قدرتمندش بازوی اسکروچ رو فشار داد و گفت: بلند شو، باید بریم جایی. هوا به شدت سرد و سوزناک بود. اسکروچ تلاش کرد بهانه‌ای جور کنه تا در تخت خواب گرمش بمونه، اما نتونست. روح ملایم و مهربان بود. اسکروچ بی اختیار به حرفاش گوش میکرد. روح کریسمس به طرف پنجره راه افتاد. اسکروچ با ترس و التماس گفت: من نمیتونم از پنجره بیام، میفتم و میمیرم. فراموش نکن من انسانم، روح نیستم. روح دستش روی سینه اسکروچ گذاشت. من مراقبم، خطری وجود نداره. روح و اسکروچ در حال صحبت بودن که ناگهان از دیوار عبور کردند. بعدم در چشم هم زدنی کنار جاده روستایی ایستادند. دو طرف جاده کشتزار بود، شهر محو شده بود، کوچکترین نشانه ای از شهر و تاریکی و مه دیده نمی شد. اسکروچ به جاده نگاه کرد، برف زمین رو پوشانده بود. با تعجب به روستا نگاه کرد و بعد فریاد زد: باورم نمیشه، من توی همین روستا بزرگ شدم، اینجا روستای کودکی منه. روح با مهربانی به اسکروچ نگاه کرد، بوهای خوشی همه جا پیچیده بود. اسکروچ نفسهای عمیقی کشید. بوها یادآور گذشته اسکروچ بودن، امیدها، خوشیها، غمها و دغدغه‌های گذشته. روح گفت: راه رو بلدی؟ بلدم، چشم بسته راه و حفظم. برای همین تو تمام این سالها گذشته تو فراموش کرده بودی؟ روح و اسکروچ در جاده به راه افتادند، وارد روستا شدند. چند پسر بچه خوشحال با اسب از مقابلشان عبور کردند. اسکروچ بچه‌ها رو میشناخت. روح گفت: تمام چیزهایی که میبینیم شبه گذشتن، هیچ کدومشون ما رو نمیبینن. اسکروچ و روح توی روستا راه می رفتن. اسکروچ با شوقی به اسناپذیر آبرها رو نگاه می کرد و اسمشون رو فریاد می زد و به سمتشون می دوید. آبرها با شادی یکدیگر رو در آغوش می گرفتند و فریاد می زدند: کریسمس خوش! مدرسه تعطیل شد. روح آرام در گوش اسکروچ گفت: مدرسه هنوز خالی نشده، یه پسر بچه تنها تو کلاس مونده، بچه ای که دوستانش فراموشش کردن. اسکروچ زیر لب گفت: میدونم، و به گریه افتاد. وارد مدرسه قدیمی شدند. اسکروچ تک تک آجرهای مدرسه رو به یاد داشت. مدرسه مخروبه بود، شیشه های شکسته، درهای پوسیده و دیوارهای مملو از ترک. اسکروچ روح وارد اتاق کوچکی شدند، اتاقی دراز و دلگیر با نیمکت‌های چوبی کهنه. پسر بچه تنهایی آخر کلاس نشسته بود، جلوی آتش بیرمقی کتاب می‌خوند. اسکروچ با دیدن کودکی خودش باز به گریه افتاد. انعکاس صدای چکه‌های آب در حیاط پشتی، صدای زوزه باد میان شاخه‌های بیبرگ درخت سپیدار، صدای قشقش در انبار خالی و صدای جرقه‌های آتش، اسکروچ رو بیشتر غمگین کرد.
روح ضربه آرامی به بازوی اسکروچ زد و به کودک اشاره کرد. اسکروچ به کودکیش چشم دوخت. کودک همچنان کتاب میخوند. ناگهان مردی با لباسی عجیب پشت پنجره ایستاد. تبری به کمر مرد آویزان بود. افسار اولاغی هم توی دستش بود. اسکروچ از خوشحالی فریاد زد: وای، خدمتکار مدرسه، مرد مهربان و درستکار مدرسه، روز کریسمس همه منو توی کلاس تنها گذاشته بودن، فقط علی بابا اومد سراغم. اسکروچ دوباره به کودکیش نگاه کرد و با بغض گفت: اسکروچ کوچولو رو نگاه کن، داره داستان ولنتین و برادرش اورسن رو میخونه. اورسن تو جنگل بزرگ شد با شیر ماده گرگ، ولی والنتین توی کاخ پادشاه قد کشید. آخرش اورسن والنتین رو از تبهش انسانها نجات داد. اسکروچ بار دیگه از ته دل گریه کرد. اگر کارمنداش می شنیدن اسکروچ عبوس مثل ابر بهار عشق می ریزه، چطور لحظه ای می خنده و لحظه ای می گریه، حتما تعجب می کردم. اسکروچ میان گریه خندید و فریاد زد: بعدش هم داستان رابینسون کروزه رو خوندم. بعد اسکروچ ناگهان یاد پسر بچه افتاد که شب قبل به دفترش آمده بود. پسر آواز خوند، اما اسکروچ با خطکش بیرونش کرد. اسکروچ به روح گفت: کاش به پسر بچه فقیر کمکی میکردم، حیف دیگه دیره. روح گفت: بیا بریم اسکروچ، روح کریسمس دیگه منتظر نمیمونه. روح و اسکروچ به پسر بچه چشم دوختن. پسر به سرعت باد قد کشید. اتاق مدرسه کهنه تر شد، دیوارها کوچکتر شدن و پنجره ها ترک خوردن، اما اسکروچ همچنان تنها بود. اسکروچ نوجوان توی اتاق قدم میزد. ناگهان در اتاق باز شد و دختر بچه کوچکی وارد شد. دختر دستاشو دور گردن پسر انداخت، صورتش رو بوسید و گفت: برادر عزیزم، اومدم ببرمت خونه. گفتی خونه؟ دختر بچه با خوشحالی گفت: آره خونه، باید برای همیشه بیای خونه، پدر مهربون تر شده، دیشب ازش خواهش کردم برگردی خونه، قبول کرد. آماده شو بریم، باید جشن کریسمس کنار هم باشیم برادر. اسکروچ و خواهرش از مدیر مدرسه خداحافظی کردند، با درشکه به سمت خانه راه افتادند. چرخهای درشکه شبنمها و برپا رو به اطراف می باشید. روح گفت: خواهرت ضعیف بود و مرتب سرما می خورد، اما قلب مهربونی داشت. اسکروچ با شوق گفت: بله درسته، ولی حرف زدن در موردش فایده نداره، خواهرم مرده. خواهر یه پسر داشت درسته؟ بله، اتفاقا دیشب برای کریسمس دعوت هم کرد، اما من... اسکروچ و روح بعد از رفتن بچه ها از مدرسه بیرون رفتن. خیابونهای شهر شلوغ بودن، آبران مثل سایه رفت آمد می کردن. شهر یک پارچه جنب و جوش و هیاهو بود. آذین بندی مغازه ها خبر آمدن کریسمس رو می داد. روح مقابل انبار مغازه ایستاد و از اسکروچ پرسید: این مغازه رو میشناسی؟ اسکروچ گفت: بله، تو این مغازه شاگرد بودم. اسکروچ و روح وارد انبار شدن. پیرمرد محترمی پشت میز نشسته بود. اسکروچ با دیدن پیرمرد هیجان زده گفت: وای فزوی که پیر، مرد خیلی نازنینی بود، مهربون و دوست داشتنی، خدا رحمتش کنه. فزیویک با لبخند رو به اسکروچ جوان و دوستش گفت: بچه ها دیگه بسه، تعطیل کنیم و به جشن کریسمس برسیم، کرکره ها رو پایین بکشین. پسرها با عجله و هماهنگ کرکره ها رو پایین کشیدن. به دستور پیرمرد همه جا رو آب و جارو کردن. میخواستن جشن کریسمس رو توی مغازه برگزار کنن. بساط جشن برپا شد. ویولونزنی با دفتر نوتش وارد شد. آهنگ زیبایی نواخت. شبی رویایی و زیبا بود. کم کم خانواده فزیویک و همسایه ها هم آمدند. همه به هم لبخند می زدند.
همه شاد و خوشحال بودند. جشن تا ساعت 11 ادامه داشت. همه با مهربانی کریسمس رو به هم تبریک گفتند، خداحافظی کردند. تمام مدت جشن اسکروچ پیر مات و مبهوت کنار روح ایستاده بود. خاطراتش رو به یاد آورد و از شور و شب مدهوش شده بود. آه، به چهره شاداب جوانیش نگاه می کرد. روح آرام در گوش اسکروچ گفت: پیرمرد با همین جشن ساده همه رو خوشحال کرد. اسکروچ زیر لب گفت: درسته. اسکروچ زبان و همکارش آماده خواب شدن. هر دو از سخاوت ارباب متعجب و شاد بودن. روح دوباره گفت: ببین، به زیویک پولی خرج نکرد اما دلها رو شاد کرد. اسکروچ پیر به اسکروچ جوان نگاه کرد و گفت: مسئله پولش نیست، فزیویک مهربونه. انقدر مهربونه که ناخودآگاه دل آدمو شاد میکنه. بد اخلاقی نمیکنه، حرف تلخ نمیزنه. آرامشش دنیایی میارزه. اسکروچ سر به زیر انداخت، حرفی برای زدن نداشت. روح آرام گفت: هر چی میخوای بگو. اسکروچ گفت: کاش میشد الان با منشیم صحبت کنم. به محض گفتن این جمله مغازه و اسکروچ جوان محو شدند. اسکروچ و روح دوباره حرکت کردند. روح گفت: عجله کن، خیلی وقت نداریم. اسکروچ روح به اتاقی رسیدند. اسکروچ دوباره گذشته خودش رو دید. این بار سنش بیشتر شده بود، در اوج جوانی بود. نشانه هایی از حرص و طمع در چهرش دیده می شد، ولی هنوز مثل سنگ خارا نشده بود، هرچند در آستانه غرق شدن در بخل و خست بود. این بار اسکروچ تنها نبود. دختر جوان زیبایی با لباس عزا کنارش نشسته بود. دختر هشت می ریخت و می گفت: تو دیگه اسکروچ سابق نیستی، خیلی عوض شدی. پول و مادیات عوضت کرده، دیگه عشق و مهربونی برات بی‌معنا شده. اشک دختر می درخشید، منتظر جوابی دلگرم کننده از همسرش بود، از اسکروچ جوان. اما اسکروچ جوان با عصبانیت گفت: کدوم عشق؟ همون عشق طلایی. این رسم روزگاره. تو دنیا چیزی سخت‌تر از فقر و نداری نیست. من سالها فقیر بودم و سختی کشیدم. عشق و علاقه بدون پول معنی نداره. اسکروچ، تو به خاطر پول همه ارزش‌ها رو زیر پا گذاشتی، همه چیز رو فراموش کردی، غرق پول و ثروت شدی. آره، عاقل‌تر شدم، ولی تو چرا ناراحتی؟ رفتارم با تو که عوض نشده. ما به هم قول دادیم، با هم پیمان بستیم، قرار بود با عشق و علاقه واقعی ازدواج کنیم. فقیر بودیم اما دلمون خوش بود. قرار بود قانع باشیم، تلاش کنیم کم کم زندگیمونو بسازیم. اما تو عوض شدی، تو اسکروچ سابق نیستی. اسکروچ با بی‌حوصلگی گفت: اون موقع جوان بودم. دنیای ما دیگه از هم جدا شده، حرف همدیگه رو نمیفهمیم. پول و ثروت برات از هر چیزی مهمتره. فکر کنم باید با پولات رهات کنم. ولی من نگفتم بری. با زبون نگفتی اما رفتارات و کارات عشقمونو کشت. اگه موقع ازدواج اینقدر پول داشتی باز عاشق من میشدی؟ اسکروچ خواست حرفی بزنه اما همسرش روشو برگردوند. زن جوان وسایلشو برداشت و از خونه بیرون رفت. اسکروچ پیر با چشمای خیس به اسکروچ جوان خیره شد. بعد با التماس به روح گفت: میخوای عذابم بدی؟ دیگه طاقت ندارم، بذار برم. روح گفت: یه موضوع دیگه مونده. بس دیگه، نمیخوام چیزی ببینم. با نشون دادن گذشته هیچی عوض نمیشه. منو ببر خونم. روح دست اسکروچ گرفت و جای دیگه‌ای برد. این بار در اتاقی کوچک ولی گرم بودن. دخترک زیبایی کنار مادرش نشسته بود. بچه‌های زیادی توی اتاق بودن. انقدر شیطنت و بازیگوشی می‌کردن که صدا به صدا نمی‌رسید. اسکروچ مادر دختر رو شناخت. همسرش بود، همسر زیباش. حالا با مرد دیگه ازدواج کرده بود.
صدای زنگ در خونه بلند شد. بچه‌ها به سمت در هجوم بردند. مردی وارد شد. بچه‌ها از سر کول مرد بالا می‌رفتند. سعی می‌کردند هدایای بیشتری بردارند. های و هوی ادامه داشت. با رفتن بچه‌ها به طبقه بالا اوضاع آرام شد. مجالی بود تا مرد و زن صحبت کنند. مرد به زن گفت: امروز آقای اسکروچ دیدم. کی؟ امروز عصر. وقتی از جلوی شرکتش رد می شدم، پشت پنجره دیدمش. از وقتی شریکش مارلی مرده، تنها شده. البته نمی خواستم ناراحتت کنم. نه، ناراحت نشدم. من از کسی کینه ای ندارم. اسکروچ به روح نگاه کرد. صورت روح ترکیبی از چهره هایی که امروز دیده بودند رو نشون می داد. اسکروچ فریاد کشید: دست از سرم بردار، ولم کن. اسکروچ میخواست با روح درگیر بشه. البته درگیری با روح معنا نداشت. روح شفاف بود و حرکت نمیکرد. نور شدیدی از سرش بیرون میزد. اسکروچ از دیدن نور عصبانی تر شد. ناگهان کلاه رو بر سر روح گذاشت و روح ناپدید شد. اسکروچ در خوابی عمیق بود. ناگهان از خواب پرید، روی تخت نشست و به ساعت نگاه کرد. چند دقیقه تا یک مونده بود. اسکروچ به یاد روح دوم افتاد. به موقع بیدار شده بود. این بار پیش دستی کرد و خودش پرده های تخت رو کنار زد. نمیخواست وقت ظاهر شدن روح غافلگیر بشه. روی تخت دراز کشید و منتظر شد. اسکروچ میدونست باید برای روبرویی با روح عجیب دیگه ای آماده بشه. معلوم نمود روح دوم در چه شکل و قالبی ظاهر میشه. برای همین سعی کرد تمام حالتهای ممکن رو مجسم کنه تا وحشت نکنه. ساعت یک شد اما روحی نیامد. 5 دقیقه گذشت، خبری نشد. 10 دقیقه، 1 ربع و هنوز خبری نبود. اسکروچ باز هم غافلگیر شد. از نیامدن روح بیشتر ترسید. لحظاتی بعد نور قرمز رنگی اطراف تخت اسکروچ رو فرا گرفت. شدت نور زیاد بود و هشدار دهندگی مخوفی داشت. اسکروچ پی برد نور از اتاق کناری می درخشه. بلند شد و با دم پایی به سمت اتاق کناری رفت. به محض اینکه دستگیره رو گرفت، صدای عجیب گفت: اسکروچ بیا تو. اسکروچ وارد اتاق شد. با دیدن اتاق از حیرت فریادی کشید. خودش بود. اتاق خونه اسکروچ، اما اونقدر تغییر کرده بود که اسکروچ باور نمی کرد. از دیوارها و سقف گل و گیاه آویزون بود، انقدر که انگار اسکروچ قدم به باغ گلی گذاشته باشه. گلهای روز، مریم و نرگس تلالو زیبایی داشتند. نوری دلپذیر به اتاق میتابید. بازتاب نور در آینه های کوچک اتاق رو رویایی کرده بود. آتش شومینه چنان شعله می کشید که کف اتاق گرم بود. تا به حال چنین منظره ای ندیده بود. روی میز غذاهای مفصلی چیده شده بود. انواع پلو، خورش، کباب، از گوشت گوساله و گوسفند گرفته تا بوقلمون و بلدرچین، انواع نوشیدنی ها، دسر ها و میوه ها، کیک های مخصوص کریسمس. مردی قوی هیکل با مشعلی در دست کنار میز نشسته بود. آرام بود و تبسمی بر لب داشت. اسکروچ از لای در به اتاق نگاه می کرد. روح گفت: بیا تو اسکروچ، بیا با هم آشنا شیم. اسکروچ با ترس وارد شد و مقابل روح ایستاد. جرأت نمی کرد به صورتش نگاه کنه. می ترسید با صحنه وحشتناکی روبرو بشه. روح گفت: من کریسمسم اسکروچ، کریسمس زمان حال. صدای مهربان روح به اسکروچ جرأت بخشید. سرش رو بلند کرد. چهره روح مهربان، نگاهش صمیمی و لباس سبزش ساده و گشاد بود. تاجی از راج با قندیل‌های آویزان بر سر داشت. حالا اسکروچ احساس راحتی بیشتری می‌کرد. ترس و دلهورش کم شده بود. روح با صدای بلندی پرسید: تعجب می‌کنی؟ تا حالا کسی شبیه من ندیدی؟ نه، یعنی هیچ وقت با برادرای بزرگ من همسفر نشدی؟ نه، فکر نکنم. مگه چند تا برادر دارین؟ امسال سال 1884. منم
1884 تا برادر دارم. عجب خانواده بزرگی، حتما پدرتون برای مخارج شما خیلی سختی میکشه. روح بلند شد، ایستاد و گفت: حاضری با من بیای سفر؟ اسکروش گفت: بله حتما، هر جا لازمه میام تا ازتون درس بگیرم. پس پیراهن منو بگیر. اسکروش گوشه پیراهن روح دوم رو گرفت. روح و اسکروش در چشم هم زدنی به خیابون رفتن. هوا سرد و گزنده بود. مردم برف‌ها رو از روی بام پارو می کردن. صدای برخورد برف‌ها با کف خیابان موسیقی زیبایی می شد. بچه‌ها با شوق توی خیابان می دویدند. نمای خانه‌ها سیاه و دود گرفته بودند. عرابه‌ها و درشکه‌ها برف‌ها رو گل می کردند و می گذشتند. آسمان تیره و تار بود. مه غلیظی تصاویر رو مهد می کرد. آسمان دود گرفته بود، گویی تمام دودکش‌های بریتانیا در اقدامی هماهنگ آتش گرفته بودند. شهر بهانه‌ای برای شادی نداشت، اما همه شاد بودند. شور و شوق مردم هوای آلوده را به تمسخر می‌گرفت. همه لبخند می‌زدند و کریسمس رو به هم تبریک می‌گفتند. مردم به هم گلوله‌های برف پرتاب می‌کردند و با صدای بلند می‌خندیدند. میوه فروشی ها انواع میوه ها رو در سبد ها چیده بودند. پیاز های اسپانیایی، سیب های سرخ، گلابی های خندان دل آبرا رو آب می انداختن. پرتقال های آبدار مردم رو به خریدن وسوسه می کردن. ترکیب رنگ های زرد، نارنجی، سبز و سرخ میوه ها رنگین کمانی ساخته بود. در قصابی ها گوشت و مرغ و ماهی با ترکیبی زیبا دلبری می کردند. بقالی ها روشن و پرنور بودند. ترکیب دلنواز بوی چای و قهوه، بازی رنگ کشمش ها، بادام ها و دارچین ها، عطر ادویه ها، آلوهای فرانسوی، همه و همه نشان کریسمسی با شکوه بودند. فروشنده ها با روی گشاده سعی می کردن مشتری ها رو راضی کنند. مردم با سبد های حصیری در خیابان ها قدم می زدن. گاهی به هم تنه می زدن، گاهی مدهوش عطر ادویه ها سبد هاشون رو در مغازه جا می گذاشتن. شاگرد ها و فروشنده ها اجناسشون رو فریاد می زدن. بین جنب و جوش مردم صدای کلیسا بلند شد. ناقوس مؤمنها رو به عبادت فرا میخوند. مردم با لباسهای نو با چهرهای شاد به سمت کلیسا رفتند. عده دیگری با لباسهای ژنده به سمت نانوایی ها رفتند. فقیرها در خانه هایشان اجاقی برای پخت و پز نداشتند. غذاهای ناچیزشون رو به نانوایی ها میبردند تا در تنور بپزند. اسکروچ متوجه شد روح کمی از کندر مشعلش رو به طرف فقرا میریزد. همین که کندر نامرئی به ظرف میریخت، صاحب ظرف بی اختیار لبخند میزد و شاد میشد. از روح پرسید: چی میریزین تو ظرف مردم؟ برکت بیشتر برای غذا. فقرا فقط روز کریسمس غذای خوب میخورن. چند روز پیش دوتا مرد اومدن دفترم، گفتن نواخونه ها و کلیسه ها خیلی به مردم کمک نمی کنن. اونو ادعای خیرخواهی هم دارن. اسکروش، تو دنیای شما خیلی ها فکر میکنن خدا رو میشناسن، اما نمیشناسن. کمکشون به فقرا صادقانه نیست، گاهی برای شهرت، گاهی برای ریاست. نمیدونن حامی اصلی خداست. فقط خداست که به مال و اموال همه برکت میده. روح و اسکروش به حومه شهر رفتن. مثل بار پیش باز هم نامرئی بودن، کسی آنها را نمی دید. روح اسکروچ رو به خونه منشی برد. در بد و ورود روح کمی عطر از مشعلش به خانه باب منشی اسکروچ پاشید، برای اینکه برکت خانه زیاد شه. باب از اسکروچ حقوق ناچیزی دریافت میکرد. چرخ زندگیش به سختی میچرخید. تنها زینت خونش فقر بود. روح دعا کرد خدا به خانه باب برکت بده. همسر باب لباس کهنش رو با روبانی تزیین کرده بود. همسر باب با کمک دخترش رومیزی رو پهن کرد.
پسرش هم در حال وارسی قابلمه سیب زمینی بود. پسر باب از پوشیدن پیراهن کهنه پدر خوشحال بود. دو فرزند دیگر باب با ذوق به خانه دویدند و فریاد زدند: بیرون بوی قاز میاد، قاز خودمونه، بالاخره پخته شد. قرار بود امروز خانواده باب کباب قاز بخورن. بچه ها از شوق دور میز میچرخیدند. همسر باب گفت: نمیدونم چرا پدرتون دیر کرده، مارتا و تیم کوچولو هم هنوز نیومدن. مارتا دختر بزرگ باب و تیم پسر کوچکش بود. همون لحظه دختر بزرگ باب از راه رسید. سلام مادر، من اومدم. قبل از اینکه مادر جوابی بده دو بچه کوچیک فریاد زدن: مامان جون، مارتا اومد، مامان جون، هورا. مادر با خوشحالی دختر رو در آغوش کشید و بوسید. دیر کردی عزیزم، نگرانت شدم، خیلی کار داشتم، باید کارا رو تموم میکردم میومدم. آفرین، حالا بیا کنار شومینه خودتو گرم کن. خدا رو شکر که کنارمونی عزیزم. بچه ها بالا پریدن و فریاد زدن: وای پدر داره میاد. مارتا قایم شو، قایم شو، قایم شو، قایم. مارتا پشت پرده پاره قایم شد. پدر خانواده باب با هیکل نحیفش وارد شد. پسر کوچکش تیم رو روی شانش آورده بود. تیم چوبی زیر بغل داشت و پاهای نحیفش با اتل بسته شده بود. باب تیم رو زمین گذاشت و سراغ مارتا رو گرفت. مارتا نیومده؟ همسرش گفت: مارتا نمیاد، باید بمونه سر کار. صورت باب در هم رفت. یعنی شب عید هم نمیاد خونه؟ مارتا نمیتونست پدر رو غمگین ببینه. از پشت پرده بیرون پرید و فریاد زد: کریسمس خوش پدر. باب از ته دل خندید: کریسمس خوش دخترم. تیم همراه خواهر و برادرش به خیابون رفتن تا بوی خوش قاز رو حس کنن. همسر باب پرسید: تیم کوچولو که اذیت نکرد؟ باب گفت: نه اصلا، بچه خیلی خوبی بود، مثل فرشته گوشه نشسته بود و تو عالم خودش بود. فقط توی راه حرفای عجیبی میزد، میگفت: خدا کنه مردم توی کلیسا پاهای فلج منو ببینن، شاید روز کریسمس برای بچه های فلج دعا کنن. صدای باب میلرزید، همسرش بی صدا اشک میریخت. باب لبخند تلخی زد و گفت: پسر کوچولمون کم کم قوی میشه. صدای چوب زیر بغل تیم به گوش رسید. بابا همسرش زود اشکاشون رو پاک کردن. بچه ها باز و قاز رو آوردن، دور میز نشستن. بالاخره کباب قاز رسید. خانواده باب منشی اسکروچ طوری خوشحال بودن گویی قاز نادرترین پرنده دنیاست. بچه ها با چشم های خوشحال به غذا چشم دوخته بودن. همسر باب سس درست کرد، مارتا بشقاب چید و تیم با چوب زیر بغل خودشو به میز رسون. همه دور میز نشستن و دعای شکرگزاری خوندن. لحظات ناب کنار هم بودن برای همه لذت بخش بود. غم بیماری تیم کوچولو لحظاتی در پرتو شادی خانواده کمرنگ شد. باب گفت: چه قاضی، تا حالا کسی همچین کبابی نخورده. بچه ها دست زدند و قاشق‌ها رو آرام روی بشقاب کوبیدند. غذا رو با سیب زمینی و سس خوردند. همسر باب به تیکه استخوان توی دیس نگاه کرد و گفت: تازه همش هم تموم نشد. سرانجام خوردن غذا تموم شد. سفره رو جمع کردند، دور بخاری جمع شدند. باب دعا کرد: کریسمس مبارک، خدا به زندگی هممون برکت بده. تمام اعضای خانواده دعا رو تکرار کردن. تیم کوچولو آخر از همه گفت: خدایا به زندگی ما برکت بده. تیم کوچولو روی چارپایه نشسته بود. باب دستای کوچولوی تیم رو توی دست گرفت. انگار میخواست با تک تک سلولاش تیم کوچولو رو حس کنه. پسر نحیف و بیمارش رو، چشمای باب خیس بود. درد از قلبش به سمت دستا و پاهاش حرکت میکرد. اسکروچ با نگرانی از روح پرسید: این بچه زنده میمونه؟ روح گفت: در آینده خونه بابا کنار شومینه
یه جای خالی و یه چوب دستی بی صاحب میبینم. آره پسر باب همین روزا میمیره. نه نه خواهش میکنم کاری کن بچه زنده بمونه. به نظرتون بمیره بهتر نیست جناب اسکروچ؟ به کاهش جمعیت هم کمک میکنه. اسکروچ سر به زیر انداخت، با شنیدن جملات خودش از زبان روح شرمگین شد. روح در گوش اسکروچ گفت: اگه ذره انسانیت تو وجودته، هرگز پشه یا مورچه‌ای رو اضافی نبین. مگه تو تصمیم میگیری کی زنده بمونه کی بمیره؟ شاید در نگاه پروردگار همین کودک مریض بیشتر از 100 نفر امثال تو ارزش زندگی کردن داشته باشه. اسکروچ خیره به زمین سکوت کرده بود، جوابی برای حرفای درست روح نداشت. اسکروچ غرق افکارش بود که با شنیدن اسم خودش از زبان باب سر بلند کرد. باب خطاب به اعضای خانواده گفت: برای آقای اسکروچ هم دعا بکنیم، هر چی باشه خرج ما از شرکت ایشون میاد. همسر باب عصبانی شد و فریاد زد: اسکروچ ارزش دعا نداره، خسیس و سنگ دله، کم بلا سرمون آورده، دعاشم بکنیم. عزیزم جلوی بچه ها اینطوری حرف نزن، بهشون نفرت رو یاد نده. شب عیده، بذار حال و هوای خونه زیبا بمونه. باشه، فقط به خاطر تو و عید زیبای کریسمس براش دعا میکنیم. خدا بهش عمر و سلامتی طولانی بده، عیدش هم مبارک باشه. بقیه ی اعضای خانوادم دعا کردن، هرچند از ته دل نبود. لحظه بعد دوباره صدای خنده بچه ها به آسمان رفت. اسکروچ با چشمای خیس به خانواده منشیش چشم دوخت. خانواده باب زندگی سختی داشتن، غذاهای فقیرانه، لباسهای کهنه و خانه مخروبه، اما خوشحال بودن. بدون لباسهای ضد آب و زیبای اسکروچ، بدون پول و خانه اشرافی شاد بودن، خیلی شاد، کنار هم لذت می بردن. دیگه موقع خداحافظی با خانواده باب بود، اما اسکروچ هنوز به تیم کوچولو خیره بود. برای بار آخر خانواده باب رو نگاه کرد و همراه روح رفت. اسکروچ و روح دوباره در خیابان راه افتادن. برف شدیدی میبارید. از پنجره خونه ها بوی غذا و صدای خنده به گوش میرسید. مردم به استقبال هم میامدن و عید رو تبریک میگفتن. کریسمس غمها رو شسته بود. اسکروچ آرزو کرد کاش میشد با سپیدی برف زندگی نامی سیاهش رو بپوشونه. روح و اسکروچ توی خیابون قدم می زدن، آبرا با عجله می دویدن تا به خونه برسن. جوانترها در راه خونه بزرگترها بودن، دخترها و پسرهای متأهلی که به منزل پدری می رفتن، بچه های کوچک خانواده لحظه شماری می کردن تا خواهر برادرهای بزرگتر بیان. همه منتظر تجدید دیدار بودن. روح با سینه گشاده توی خیابان برفی قدم بر می داشت. دست سخاوتمندش با صلابت به همه برکت و سعادت می بخشید. با هر بخشیدنی اشتیاقش برای بخشش شعله برتر می شد. بعد از مدتی روح در جایی توقف کرد، جایی متروک و دلگیر، پر از سنگهای بزرگ و سیاه، منطقه کماب و علفی به نظر می رسید. اسکروچ گفت: اینجا کجاست؟ محل زندگی معدنچیا. معدنچیا در اعماق زمین کار میکنن. با دقت نگاهشون بکن. نوری از پنجره کلبه کوچک درخشید. اسکروچ روح نزدیکتر رفتند. خانواده دور آتش مهمانی برپا کرده بودند. زن و مرد مسنی لباس عید پوشیده و کنار نبه ها بودند. پیرمرد سرود کریسمس میخوند و بقیه اعضای خانواده زیر لب تکرار میکردند. روح لحظه جلوی کلبه ایستاد و به اسکروچ گفت: لباس منو بگیر ببرمت جایی. اسکروچ لباس روح رو گرفت،
ناگهان حس کرد روی دریاست. با وحشت نگاهی به آب انداخت. گوشش از صدای غرش آب می سوخت. با گذر از امواج خروشان دریا به فانوس دریایی رسیدند. فانوس دریایی روی تخت سنگی بنا شده بود. توده های علف به پاش چسبیده بودند. دو مرد نگهبان فانوس بودند. مردها آتشی عظیم درست کرده بودند. نور شعله ها زیاد بود و تا دور دست ها روی امواج دریا می افتاد. مردها دست های پینه بسته خود رو به هم فشردند. کریسمس رو به هم تبریک گفتند و آرزوی خوب کردند. یکی از مردها با صدای بلند سرود کریسمس رو خوند. روح و اسکروش از امواج خروشان دریا گذشتند، به کشتی رسیدند. در جای جای کشتی هم حس و حال کریسمس موج می‌زد. دیدبان کشتی، افسر نگهبان، ناخدا و بقیه ملوان‌ها سرود کریسمس رو زمزمه می‌کردند. همه با هم مهربان بودند و لبخند می‌زدند. همدلی ارمغان کریسمس بود. اسکروش چشم‌هاش رو بست. ناگهان صدای خنده‌ای شنید. چشماشو باز کرد. اسکروچ این بار در اتاقی کوچک ولی روشن بود. بله، درست حد زده بود. صدای خنده فرد بود و خانه فرد، خواهرزاده مهربانش. اسکروچ نگاهی به روح کرد و لبخند زد. فرد با صدای بلند و از ته دل می خندید و با همسر زیباش صحبت می کرد. به همسرش میگفت دایی اسکروچ هم میگفت کریسمس مزخرفه. حیف داییت قدر زنشو ندونست، چقدر زن وفاداری بود. دایی این پیرمرد عجیبیه، اخلاقش تنده، قبول دارم، اما خوش ندارم پشت سرش حرف بزنم. خیلی پول داره ولی همیشه تنهاست. پول برای دایی خوشبختی نیورده. نه خودش تفریح میکنه نه به بقیه کمک میکنه. نمیدونم این همه پولو میخواد چی کار. من که حوصله‌اشو ندارم. همه هم از دستش فراریه. نه، دلم براش میسوزه. اصلا از دستش عصبانی نیستم. دایی اسکروش فقط خودشو عذاب میده. مثلا امشب که نیومد غذای خوشمزه تو رو از دست داد. دایی اگه تا آخر عمرش از کریسمس بد بگه فقط به ضرر خودشه، میدونی؟ به نظر من شادی و خوشبختی فردی و به تنهایی نیست. ما انسانها کنار هم شادیم. این قانون طبیعته، هرچند خیلی ها نمیدونن. فرد و همسرش با مهمونها مشغول شدن. همه شاد و پر از شور بودن. موسیقی اجرا کردند و سرود کریسمس رو خوندن. اسکروش از شنیدن موسیقی های مخصوص کریسمس به وجد آمد. یاد دوران کودکیش افتاد. افسوس خورد که در تمام این سالها خودش را از شنیدن صدای موسیقی کریسمس محروم کرده. فرد و مهمون ها رفتن سراغ بازی. یکی چشماشو بست، دنبال دیگران راه افتاد. صدای خنده به آسمان می رسید. اسکروچ بی اختیار در بازی مشارکت می کرد و از دست مرد چشم بسته می گریخت. فراموش کرده بود کسی قادر به دیدنش نیست. روح از شور و شعف اسکروچ به وجد آمده بود. با مهربانی نگاهش میکرد. اسکروچ با التماس اصرار داشت تا رفتن مهمونها در خونه فرد بمونن، اما روح مخالفت کرد. گفت فرصت زیادی نمونده. اسکروچ رو به روی روح ایستاد و گفت همش نیم ساعت دیگه، بازم میخوان بازی کنن، بذار بازیشونو ببینم. مهمونها مشغول بازی شدن. فرد موردی رو در نظر می گرفت. بقیه باید با سوالهای متعدد ذهن فرد رو حدس می زدن. سوالات شروع شد. جوابا تنها بله و خیر بود. از سوالات مشخص شد فرد در ذهنش انسانی رو در نظر گرفته. انسانی بدعنق و قرقرو که در لندن زندگی می کنه. با کسی معاشرت نمی کنه و کسی رو دوست نداره. فرد با هر سوال جدید از خنده ریسه می رفت. بالاخره یکی از مهمونا گفت من فهمیدم، دایی اسکروچ خودته. مهمونا بلند بلند خندیدن. رو هم با صدای بلند خندید. فرد رو به جمعیت گفت دایی اسکروچ باعث شادی و خنده ما شد، بیایید تشویقش کنیم. همه به افتخار دایی اسکروچ هورا. همه فریاد زدن، به افتخار اسکروچ هورا کشیدن، براش آرزوی موفقیت و سلامتی کردن.
اسکروش سرخوش و خوشحال با صدای بلند میخندید، از مهمونها تشکر میکرد و براشون آرزوی سلامتی داشت. اسکروش با تمام وجود با مهمانی کریسمس همراه شده بود. دلش میخواست از خواهرزادش تشکر کنه، اما ناگهان صحنه مهمانی محو شد. روح و اسکروش به نقطه دیگر سفر کردند. در خیابانها قدم زدند و به خانه ها سرک کشیدند. روح کنار بیماران می ایستاد و براشون دعا می کرد، به مردها امیدواری می داد و کودکان فقیر رو شاد می کرد. بعد به نواخانه سر زدند، به بیمارستان، به زندان. تمام سفرهای روح و اسکروش در یک شب اتفاق افتاده بود. هرچند شب بسیار دراز و پرباری بود، شاید پربارتر از تمام عمر اسکروچ. اسکروچ ناگهان حس کرد چهره روح از سر شب شکسته تر و پیرتر شده. از روح پرسید عمر ارواح خیلی کوتاهه، چرا انقدر پیر شدی؟ روح گفت عمر روح کریسمس خیلی کوتاهه، عمر من امشب تمام میشه. اسکروچ فریاد زد امشب؟ بله امشب، ساعت 12 شب، دیگه چیزی هم نمونده تا 12. ساعت کلیسا 11:40 رو اعلام کرد. اسکروچ با تعجب به روح نگاه کرد، ناگهان پرسید انگار چیزی از لباسمون زده بیرون، پنجه پاست؟ روح گفت بله، و بلافاصله دو بچه زشت و بدشکل از لابلای لباساشون بیرون اومدن. بچه‌ها جلوی روح زانو زدن، یکی دختر و دیگری پسر بود، زرد و نحیف و کریه، اثری از زیبایی و معصومیت کودکانه نداشتند. در کره خاکی تصویری مخوف‌تر از صورت دختر بچه و پسر بچه مقابل روح وجود نداشت. اسکروش با ترس و نگرانی به بچه‌ها نگاه کرد و پرسید روح، این بچه ها کیان؟ بچه های بشریت، از ترس پدراشون اومدن پیش من. اسم پسر جهله و اسم دختر نیاز. اسکروچ، از هر دوشون برحذر باش و دوری کن. کشور تو پر از کودکاییه که کودکی نکردن، دست نیاز وجودشون رو خراش داده و ازشون هیولا ساخته. اسکروچ با صدایی لرزان فریاد زد مگه بچه های فقیر جا و مکانی ندارن؟ روح جملات آشنایی بر زمان آورد. مگه زندان نداریم؟ مگه گرمخانه و سازمان های حمایتی نداریم؟ جملات چون پتکی سنگین بر ذهن اسکروچ کوبیده می شد. زنگ ساعت 12 رو اعلان کرد. اسکروش میخواست حرفی بزنه ولی روح رفته بود. حالا تنها یک روح مانده بود. اسکروچ هنوز در بهت و حیرت بود. ناگهان روح پرهیبتی رو به رویش ظاهر شد، روحی عبوس و منزوی که کلاهی روی سر داشت. لباس سیاهش تمام بدنش را پوشانده بود، تنها یک دستش دیده می شد. روح آرام و وابغار نزدیک می شد. هر قدمی که بر می داشت فضا را از غم و اندوه آکنده می کرد. اسکروچ از هیبت و عظمت روح متاثر شد، ترس و هراس شدیدی داشت. مقابل روح زانو زد. روح حرفی نمی زد. اسکروچ پرسید شما روح کریسمس آینده هستید؟ می خواهید اتفاقهای آینده رو به هم نشون بدین، درسته؟ روح جوابی نداد، تنها با دستش به جلو اشاره کرد. اسکروچ منظور روح رو نفهمید. روح سوم، روح کریسمس آینده، بسیار وهمناک‌تر از روح کریسمس گذشته و کریسمس حال بود. اسکروچ به شدت از روح سوم می‌ترسید.
از هیبت سیاهی که تفاوتی با شب نداشت میترسید چهره روح مخوفتر از روح‌های قبل باشه. اسکروش سعی کرد به خودش مسلط شه. با صدایی لرزان گفت: من از شما خیلی میترسم، ولی همراهتون میام. میدونم نیت خیری دارین. میخوام از تجربتون استفاده کنم تا انسان بهتری بشم. شما نمیخواید با من حرف بزنید؟ روح دوباره حرفی نزد. تنها دستش رو به سمت جلو دراز کرد، گویی به جای اشاره میکنه. اسکروچ گفت: راه رو نشونم بدید، لطفاً عجله کنید، نمیخوام وقت رو از دست بدم. روح به سمت خروجی راه افتاد. اسکروچ هم دنبالش حرکت کرد. حس کرد بالا و بالاتر میره. اسکروچ و روح سوم مرکز شهر ایستادند. شهر یک بار سبز شد و به سرعت تغییر کرد. فصل‌ها به چشم برهم زدنی می آمدند و می رفتند. بازرگان ها و کاسب ها طبق معمول مشغول خرید و فروش و چانه زنی بودند. گفتگو می کردند، سکه می دادند، سکه می گرفتند و همان کارهای معمول. روح کنار گروهی چند نفره از کاسب ها ایستاد. با دستش به گروه آنها اشاره کرد. اسکروچ جلو رفت تا صدای کاسب ها رو بشنوه. مرد چاقی گفت: نه، خبر دقیق ندارم، فقط میدونم مرده. مرد دیگری پرسید: کی مرد؟ مثل این که دیشب. نفر سوم دود پیپ رو از بینی و دهانش بیرون داد و گفت: چرا مرد؟ فکر میکردم هیچ وقت نمیمیره. مرد اولی گفت: نمیدونم چرا مرده، حالا پولاش چی میشه؟ مرد دیگری گفت: چه میدونیم؟ پولاش یا تو شرکتشه یا تو گاف صندوق خونه یا هر جای دیگه، مهم اینه که برای ما ارث نذاشته. با این شوخی همه به خنده افتادن. مرد دوباره گفت: فکر نکنم برای تشییع جنازش کسی بیاد، مردم دل خوشی ازش ندارن. کاسب دیگه گفت: اگه قضا بدن من میرم مراسم شکمی از عزا در بیارم. مردا دوباره خندیدن و کم کم پراکنده شدن. روح اسکروچ رو به خیابان دیگری برد. دو نفر در حال صحبت بودن. اسکروچ مردها رو می شناخت. هر دو تاجر ثروتمند و سرشناس بودن. روح به سمت تاجرها اشاره کرد. اسکروچ نزدیکتر رفت تا حرفاشون رو بشنوه. مرد اول گفت: حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. شما چطور؟ شما خوبین؟ ممنونم. راستی اسکروچ پیرم بالاخره مرده. منم شنیدم بالاخره همه روزی میمیریم. بله میمیریم، اما باورم نمیشه آدمی مثل اسکروچ چطور جون به عزرائیل داده. فقط خدا میدونه. راستی کریسمس رو بهتون تبریک میگم قربان. اسکروچ تکانی خورد، کم مانده بود روی زمین بیفته. اسکروچ از شنیدن اسم خودش سخت تعجب کرد. مدتی فکر کرد حتما اسکروچی که مرده هم نامش بوده. اسکروچ خواست مرگ هم نامش رو نادیده بگیره، اما نتونست. میدونست روح بیدلیل کاری نمیکنه. تصمیم گرفت دنبال خودش بگرده تا ابهامات برطرف بشه. به سمت خیابان دفتر رفت. هر روز همین ساعت از سر خیابان روزنامه می خرید. اسکروچ منتظر خودش ماند، اما خبری نشد. خودش رو ندید. سعی کرد به خودش امیدواری بده. اسکروچ توی فکر و خیال غرق بود. روح با دستش مسیر دیگری رو نشان داد. ترس شدیدی بر اسکروچ مستولی شد. بدنش یخ کرده بود و می لرزید. ناگهان صحنه عوض شد. حالا روح و اسکروچ در محله دیگری بودند. محله بدنام و کثیف. خانه های محقر و مخروبه و آبرهای شولیده. بوی فاضلاب محله رو برداشته بود. گوشه ای از محله دکانی کوچک و محقر بود. صاحب دکان وسایل کهنه و مستعمل می خرید. از وسایل کهنه و بطری تا لباسای کهنه و استخوان و دنبه.
صاحب مغازه پیرمردی حدوداً 70 ساله بود. کنار اجاق زغالی نشسته بود. با آرامشی عجیب پیپ میکشید. اسکروچ روح به دکان رفتند. لحظه بعد زنی با بخچه سنگین وارد مغازه شد. لحظه بعد زنی دیگر و در آخر مردی با لباس رنگ رو رفته وارد شدند. توی دست هر کدام بخچه سنگینی بود. به دنبال زنها هم مردی سیاه پوش وارد شد. زنها و مرد یکدیگر را می شناختند. هر سه از دیدن هم یکی خوردند و لحظه بعد به خنده افتادند. زن اول انتظار داشت جنسش رو قبل از بقیه به مغازه دار بفروشه. با صدای بلند گفت: اول نظافت چی، بعد رخشور و آخر مأمور کفن و دب. صاحب دکان پیپ رو از دهانش بیرون آورد و گفت: هیچ جا بهتر از مغازه من جنسای شما رو نمیخرم. جیرینگی و نقد، بهتون پول میدم. حالا بخچه رو بردار بریم اتاق نشیمن. منظور از اتاق نشیمن فضایی پشت مغازه بود. فضایی پر از لباسهای کهنه. پیرمرد با تنظیم فتیله چراغ نفتی اتاق رو روشن تر کرد. زن بخچه رو به پیرمرد داد و روی چهارپایه نشست. پیرمرد اجناس داخل بخچه رو بررسی کرد، اجناس رو برداشت و هر کدوم رو جایی گذاشت. زن نظافتچی به زن رخشور گفت: ما که کاری نکردیم خانم دیلبر، ما حق داریم به فکر خودمون باشیم. اونم هم همیشه به فکر خودش بود. خانم دیلبر جواب داد: آره، از همه بیشتر به فکر خودش بود. اصلا هم نگران نباشین، اتفاقی نمیفته، کسی نمیبیندمون. خانم دیلبر و مرد سیاپوش هم با هم گفتن: امیدواری مشکلی پیش نیاد. زن نظافتچی گفت: روحش راضیه که ما به یه نون آبی برسیم، خودش که دیگه نیست. خانم دیلبر گفت: بله درسته، پیرمرد مثل آدم زندگی نکرد. اگر آدم خوبی بود جسدشو تنها نمیذاشتن که ما وسایلشو برداریم. حق بشه، باید زندگی میکرد، خرج میکرد، تقصیر خودشه. آره به خدا حق بشه، مرده که خسیس و بد اخلاق. کاش وسایل بیشتری برمیداشتیم، به درد کی میخوره دیگه. بعد رو به پیرمرد مغازه‌دار گفت: آقا چی شد؟ چقدر میارزن؟ پیرمرد تمام وسایل رو به قیمت ناچیزی خرید. یه جفت دکمه، سنجاق سینه، ملافه، حوله و دو تا قاشق نقره. اسکروچ با وحشت به زنها و مرد خیره بود. به وسایلش، به لباسهاش. اسکروچ از دیدن این صحنه منزجر شده بود. چطور میتونستن اموال مرده رو مصادره کنن؟ انگار خود جنازه رو خرید فروش میکردن. پیرمرد پول اجناس رو پرداخت. زن نظافتچی باز هم با طعنه حرف زد: میگن هر کی خودش نخوره نصیب دیگری میشه، حالا کی بهتر از ما؟ اسکروچ دیگه قادر به دیدن نبود. با وحشت به روح گفت: فهمیدم، زندگی مرده شبیه زندگی منه، ولی باورم نمیشه. ناگهان صحنه عوض شد. اسکروچ حالا رو به روی تختی ایستاده بود. روی تخت جسدی دراز کشیده بود و ملحفه‌ای کهنه روش بود. واضح بود جسد کسی رو نداشته و مرگش کسی رو متأثر نساخته. اتاق سرد و تاریک بود. اسکروچ جایی رو نمی دید، اما احساس می کرد رازی در این خانه نهفته است. ناگهان نوری از پنجره روی تخت افتاد. اسکروچ فهمید جنازه روی تخت همان مردیه که اموالش به سرقت رفته. جسدی بدون همراه، بدون عزادار، بدون مراقب. روح با اشاره از اسکروچ خواست جنازه رو ببینه. اسکروچ میخواست ملحفه رو کنار بزنه، اما جرأتش رو نداشت. ناگهان صدایی به گوشش رسید: ای مرگ سرد وحشتناک، خانت را در این اتاق و مقابل این جسد بنا کن. هر آنچه میخواهی از ترس و وحشت بر جسد بیفزا، اما بدان و آگاه باش هرگز قادر نخواهی بود به انسانهای خوب لطمه بزنی. قادر نخواهی بود لحظه‌ای در دلشان غم و ترس بیفکنی.
ای مرگ، تو با همه شکوهت مقابل عظمت انسانهای خوب تعظیم خواهی کرد. نور اعمال نیکشان هر زشتی و سیاهی را خواهد پوشاند. اسکروش به جسد خیره شد. میخواست هرچه سریتر صورت مرد نگونبخت رو ببینه، مردی که تنها تسلیم مرگ شده بود. قلبی از مرگ مرد اندوهگین نبود و چشمی در فراغش نمیگریست. زیر شومینه صدای موشی شنیده میشد. حشرات زشت و موزی زیادی اطراف تخت آمده بودند، انگار که لشکری در تدارک حمله بودند. تصور اتفاقات پیش رو اتاق را ترسناک تر کرده بود. اسکروچ مقابل روح زانو زد و گفت: من از این اتاق می ترسم. خواهش می کنم منو ببر. قول می دم درس عبرت بگیرم. منو ببر. منو ببر. اما دست روح همچنان به سر جنازه نشانه رفته بود. اسکروچ گفت: می دونم چی میگی، اما جرأتش رو ندارم. باور کن نمی تونم. روح پاسخی نداد. اسکروچ در شرایط خوفناکی قرار گرفته بود. از روح پرسید: آیا کسی از مرگ این مرد ناراحته؟ خواهش میکنم جوابمو بده. روح گوشه لباس بلندش را چرخاند. ناگهان صحنه عوض شد و اتاقی روشن دیده شد. مادری با بچه هاش منتظر پدر خانواده بودن. پدر دیر کرده بود و دل زن مثل سیر و سرکه می جوشید. گاهی ساعت رو نگاه می کرد، گاهی پنجره و گاهی در رو. سرانجام زنگ در زده شد. زن با عجله به سمت در رفت و با همسرش روبرو شد. مرد چهره غمگین و افسرده داشت. زن پرسید: چه خبر؟ چی شده؟ اوضاع خوبه؟ خبر بدی دارم. یعنی بدبخت شدیم؟ نه، هنوز امیدی هست. یعنی دل رئیس نامردت به رحم اومده؟ کار از کار گذشته، رئیسم مرده. زن با شنیدن این خبر خوشحال شد، اما به سرعت به خاطر خوشحالی از مرگ یک انسان پشیمان شد. از خدا طلب بخشش کرد. زن پرسید: حالا بدهیمونو باید به کی بدیم؟ نمیدونم، اما بالاخره باید بدهیمونو بدیم. امیدوارم وارث یا جانشینش کمی رحم و مروت داشته باشه. ولی امشب میتونیم با خیال راحت بخوابیم. خانواده بعد از مدت ها آسوده خوابیدن. اسکروچ با عجز به روح گفت: این خانواده از مرگ مرد خوشحالن. یعنی کسی نسبت به جسد مهر و دلرحمی نداره؟ خواهش میکنم نشونم بده، وگرنه تصویر جسد تنها تا ابد آزارم میده. اسکروچ و روح راه افتادن. اسکروچ سعی کرد خودش رو در شهر ببینه، اما خبری نبود. روح اسکروچ رو به خانه منشیش باب برد. خانه آرام و ساکت بود. همسر باب و دخترها خیاطی می کردن. لحظه ای بعد پدر از راه رسید. همسر باب به استقبال شب. به محض دیدن باب بغض گلویش را فشرد. اعضای خانواده عادت داشتن پدر رو همراه تیم کوچولو ببینن. ورود پدر بدون تیم کوچولو برای خانواده دردناک بود. هر کدام از اعضای خانواده سعی می کرد به دیگری دلداری بده. خانه باب در غمی ابدی فرو رفته بود. باب برای عوض کردن فضا از خیاطی همسر و دخترانش تشکر کرد. همسر باب آهی کشید و گفت: رفته بودی سر خاک تیم کوچولو؟ بله عزیزم، کاش تو هم می آمدی. اما اشکالی نداره، هفته بعد میریم. من به پسر کوچولو قول دادم هر یک شنبه برم. باب نتونست جلوی گریش رو بگیره. ناگهان به گریه افتاد. به طبقه بالا رفت.
اتاق برای کریسمس تزیین شده بود. کنار تخت تیم کوچولو را هم تزیین کرده بودند. باب کمی توی اتاق موند و آرام شد. بعد کنار خانواده برگشت. او برای خانواده از مهربانی خواهرزاده اسکروچ گفت. گفت فرد از مرگ تیم کوچولو عمیقا متاثر شده و به باب قول شغل بهتر و حقوق بیشتری داده. باب با بغض گفت: خدا خواهرزاده آقای اسکروچ رو حفظ کنه. نمیدونی چقدر بهم دلداری داره. مرد نازنینیه. اسکروچ نگاهش رو از روی باب برداشت و به روح گفت: میترسم وقت تموم شه بری و نفهمم جنازه روی تخت مال کی بوده. روح اسکروچ رو به دفتر خودش برد. دفتر کار همان بود، اما چیدمانش عوض شده بود. جای اسکروچ فرد دیگری روی صندلی نشسته بود. اسکروچ تعجب کرد. نمیدونست چرا خودش سر جاش نیست. در همین فکر و خیالات بود که خود رو پشت دری آهنی دید. پشت ورودی آرامستان. جسد همینجا دفن شده بود. محل دفن پوشیده از علف‌های هرز بود. روح به قبری اشاره کرد. وحشت وجود اسکروچ رو گرفت. جرأت جلو رفتن و دیدن قبر رو نداشت. با پاهای لرزان به قبر نزدیک شد. صورت خودش رو روی سنگ سیاه دید. اسکروچ اسم روی قبر رو خوند. اسکروچ به زانو افتاد و فریاد زد: جنازه روی تخت من بودم. نه نه نه. روح به قبر اشاره کرد، بعد به اسکروچ و دوباره به قبر. اسکروچ با گلایه به روح گفت: من عوض شدم، آدم قبلی نیستم. اگه قرار با فلاکت ببیرم چرا منو بردی جاهای مختلف و نشونم دادی؟ بگو میتونم سرنوشتم و تغییر بدم. خواهش میکنم بگو. دست روح برای اولین بار تکان خورد و لرزید. اسکروچ گفت: بعد از این از صمیم قلب کریسمس رو جشن میگیرم. گذشته، حال، آینده رو فراموش نمی کنم. شما ستا روح به من کمک کردین، نجاتم دادین. ازتون ممنونم. کمکم کنین مرگ و تغییر بدم. اسکروچ به گریه افتاد. ناگهان متوجه شد نقاب و لباس روح تغییر میکنه. روح محو شد و اسکروچ به اتاقش برگشت. اسکروچ چشمهاش رو باز کرد. با تعجب به اطرافش نگاه کرد. تخت خودش بود، اتاق خودش، خونه خودش. اسکروچ از تخت بیرون آمد و گفت: یعنی من زنده نمردم؟ تو اتاق خودم هستم؟ بله، انگار همه چی درسته. وای خدایا شکرت، ازت ممنونم. پس هنوز فرصت دارم. مالی دوست عزیزم ممنونم، تو نجاتم دادی. کریسمس ازت ممنونم. برای شوری که بهمون میبخشی ازت ممنونم. اسکروچ بیقرار و هیجان زده بود. صورتش خیس عشق بود. حالا فرصتی طلایی برای زندگی پیش رو داشت. اسکروچ نگاهی به ملافش انداخت و یاد زن نظافت چی افتاد. فریاد زد: هنوز نمردم. وسایلم رو ندزدین. فرصت جبران دارم. اسکروچ با خوشحالی توی اتاق قدم زد. روی پابند نبود. به اتاقهای دیگه سر زد. همه چیز و همه جا براش معنای جدیدی پیدا کرده بود. میخندید و میگریست. میچرخید و سرود کریسمس میخواند. به شادابی کودکی مدرسه‌ای بود. فریاد زد: کریسمس مبارک مردم لندن، کریسمس مبارک مردم دنیا، کریسمس مبارک. اسکروچ با صدای بلند میخندید. انگار دیوارهای خانه هم از خنده اسکروچ تعجب کرده بودند و به خنده افتادند. اسکروچ گفت: روح های عزیز، ازتون ممنونم. شما به من زندگی دوباره دادید.
اسکروچ توی ذهنش نقشه های خوب میکشید. نمیدونست چند روز با روحا بوده و حالا چه تاریخیه. بلند شد و با شوق به طرف پنجره دوید. پنجره رو باز کرد. هوا صاف و روشن بود. نور طلایی خورشید در دل آسمان آبی صحنه ای رویایی خلق کرده بود. صدای زنگ کلیسا بلند شد. چه شکوهی! اسکروچ سرش رو از پنجره بیرون برد. از پسر بچه پرسید امروز چه روزیه؟ پسر که لباسی نو بر تن داشت با تعجب گفت خب معلومه روز کریسمس. اسکروچ از شادی روی پابند نبود. در خانه چرخید و فریاد زد خدا رو شکر پس کریسمس از دست ندادم. همه ارواح تو یک شب اومدن و رفتن. اسکروچ دوباره سرش رو بیرون برد و به پسر گفت پسر جان یه کاری برام میکنی؟ بهت مزد میدم. چه کاری؟ مرغ فروشی نبش خیابون و بلدی؟ بله بلدم. آفرین پسر خوب و خوش لباس. لطفا برو بزرگترین بوغلموشو بخر بعد بیا پولتو بدم. شما چقدر مهربونین آقا. ممنون پسرم. لطفا به صاحب مغازم بگو بیاد. اسکروچ آدرس منشیش باب رو روی کاغذی نوشت و پایین رفت. منتظر مرغ فروش موند. با خودش گفت محال باب باور کنه من بوغلمون رو فرستادم. خنده دارترین جوک ساله. نگاه اسکروچ به کوبه در افتاد. مارلی رو کنار در دیده بود. زیر لب گفت ممنونم مارلی، ممنونم. کریسمس مبارک. مرغ فروش بالاخره آمد. کریسمس مبارک آقا. کریسمس شما مبارک. خیلی ممنونم که بوغلمون به این سنگینی رو آوردین. خواهش میکنم آقا. لطفاً بوغلمون رو به آدرسی که نوشتم ببرید. این پول گوشت و پول کرایه درشکه. خیلی ممنونم. شما چقدر سخاوتمند و مهربان هستید آقا. اسکروچ به پسر بچه پول خوبی داد و به خونه برگشت. صورتش رو اصلاح کرد. از شوق دستش می لرزید و صورتش کمی زخم شد. اما چیزی شادی اسکروچ رو کم نمی کرد. اسکروچ بهترین لباساشو پوشید و از خونه بیرون رفت. می خواست خودشو به دل دریای جمعیت بزنه. میخواست بخشی از مردم باشه، حرف نیک بزنه و حرف خوب بشنوه. میخواست مهربانی کنه. اسکروچ با شادی و لبخند توی خیابون راه میرفت. کریسمس رو به مردم تبریک میگفت. ناگهان بین جمعیت چهره آشنا دید. همان مرد نیکوکار که از سازمان خیریه به شرکت اسکروچ رفته بود. اسکروچ خیلی خوشحال شد. میتونست جبران کنه. به طرف مرد رفت، سلام کرد. آقای عزیز حالتون چطوره؟ کریسمس مبارک. من از برخورد دیروزم با شما واقعا شرمنده. آقای اسکروچ. بله بله خودمم. میدونم ازم دل خورید. پوزش میطلبم. مرد با ناباوری به اسکروچ خیره شد. خواهش میکنم آقا، اصلا نیازی به پوزش نیست. بعضی وقتا ممکنه آدم بی‌حوصله باشه. به هر حال میخواستم کمک منو بپذیرید. مقدار پول و جاهایی که باید هزینه بشه رو روی کاغذ نوشتم. مرد نگاهی به کاغذ انداخت. چیزی نمانده بود از شدت تعجب روی زمین بیفته. دوباره نگاهی به مبلغ هنگفت کرد و فریاد زد من اصلا نمیتونم در مقابل سخاوت شما چیزی بگم. لطفا چیزی نگید. بازم بیایید دیدنم. حتما، البته که میام. ممنونم، منتظرتون هستم. اسکروچ و مرد خداحافظی گرمی کردند و جدا شدند. مقصد اسکروچ کلیسا بود. در راه از دیدن مردم لذت می برد. دست محبتی بر سر بچه ها می کشید. با فقرا صحبت می کرد. اسکروچ تازه فهمیده بود خوشحال بودن و خوشحال کردن نهایت خوشبختیه. اسکروچ از کلیسا خارج شد. حالا باید چه می کرد؟ فوراً جوابی به ذهنش رسید. بله، فرد، خواهرزاده عزیزش،
اسکروچ به سمت خانه فرد راه افتاد. جلوی در مکث کرد، نفس عمیقی کشید تا جرأت در زدن پیدا کنه. بالاخره از پله‌ها بالا رفت و در زد. خدمتکار در رو باز کرد. اسکروچ از دختر پرسید: دختر جان، فرد خونه است؟ بله آقا، با خانمیشون طبقه بالا هستن، توی غذاخوری. اسکروچ دستگیره در رو آرام باز کرد و داخل شد. فرد و همسرش دور میز زیبایی نشسته بودن. اسکروچ با هیجان صدا زد: فرد! فرد لحظه مبهوت به اسکروچ خیره شد، بعد فریاد زد: وای خدای من، ببین کی آمده. بله منم، دایی اسکروچ، برای شام اومدم، اجازه هست؟ البته قدم رو چشم ما گذاشتی دایی جان. فرد و اسکروچ دست همو به گرمی فشردن. اسکروچ با همسر فرد و بقیه بچه هم خوشو بش کرد. مهمون ها به سرعت با اسکروچ گرم گرفتن. مهمانی لحظه به لحظه گرمتر و پرشورتر می شد. همه از صدای خنده های بلند اسکروچ به وجد آمده بودن. جشن کریسمس به صمیمانه ترین شکل ممکن برگزار شد. صبح روز بعد اسکروچ زودتر از همیشه به دفتر کارش رفت. قصد داشت باب رو غافلگیر کنه. باب دیرتر از همیشه به محل کار رسید. برای جبران تأخیرش بلافاصله کارش رو شروع کرد. اسکروچ زیر لب لبخندی زد، بعد ظاهرش رو مثل همیشه عبوس کرد و پرسید: الان چه وقت سر کار آمدنه؟ خیلی ببخشید دیر کردم. بیا اتاق من. باب با التماس گفت: سالی یه دفعه بیشتر که نیست قربان، دیروز جشن گرفته بودیم. باب من مجبورم تنبیهت کنم، برای همین از امروز حقوقت سه برابر میشه. باب با وحشت به اسکروچ خیره شده بود. اسکروچ روبروی باب ایستاد و او رو در آغوش کشید. باب وحشت زده تر شد، خواست فرار کنه و از مردم کمک خواد. حس میکرد اسکروچ دیوانه شده. اسکروچ با مهربانی گفت: کریسمس مبارک باب، میخوام حقوق تو اضافه کنم. میدونم باور نمی کنی، اما روزای سخت تموم شد. از حالا به بعد محیط کار برات جای لذت بخشیه. هر مشکل کم بود یا کم و کسری بود، بگو حلش کنیم. من خیلی بدبخت بودم که تو و مشکلات تو فراموش کرده بودم. ضمناً همین الان برو یه جعبه زغال سنگ برای اتاقت بخر. با چشمای از حدق بیرون زده و خیس بیرون رفت. اسکروچ گذشته رو جبران کرد، آدم دیگه ای شد، بیش از آن چه قول داده بود عمل کرد. سالهای سال با مهر و سخاوت زندگی کرد. دیگه همه اسکروچ رو به عنوان دوستی خوب، رئیسی شریف و انسانی نیکوکار شناختند. آوازه سخاوت اسکروچ به شهرها و سرزمینهای دور هم رسیده بود. اسکروچ هر سال کریسمس رو با کودکان فقیر جشن می گرفت و همراه اونها سرود کریسمس رو زمزمه می کرد. تیم کوچولو هم با کمک اسکروچ زنده ماند. تیم کوچولو هر کریسمس دعای مخصوصی داشت: خدا آقای اسکروچ رو حفظ کنه.